حضور همه شما هموطنان عزیزم ایرانیان نجیب و دوست داشتنی هر جا که هستید سلام عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم تندرست و سلامت باشید و پیروز. افتخار داریم همراه شما باشیم از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری هر یک از نامزدهای انتخابات حق دارند به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی خود و برنامه هایشان استفاده کنند ترتیب پخش این برنامه ها از طریق قرعه کشی و با حضور نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است در برنامه دیدگاه که همینک پخش خواهد شد آقای حسن روحانی متولد 1327، سرخه سمنان، تحصیلات دکترای حقوق اساسی، خارج فقه و اصول با مردم ایران سخن خواهد گفت. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین ملت بزرگوار ایران کسی که اکنون در محضر شماست حسن روحانی متولد 1327 در سرخه از استان سمنان از یک خانواده مذهبی و انقلابی از یازده سالگی از طرف پدر موظف شدم که با کار در دوره تابستان مخارج تحصیلم را تأمین کنم با کشاورزی و قالیبافی اون روز کمی برای من سخت بود اما خیلی زود فهمیدم که روی پای خود ایستادن چقدر لذت بخش است مادرم همیشه صبور و مهربان و فداکار مثل همه مادرها بود و اون روزی که برادرم در زندان من فراری پدرم تحت تعقیب بود او به تنهایی خانه و فرزندان را با صبوری اداره کرد تحصیلات حوزویم در حوزه علمیه قم به مدت ده سال بود از اساتید بزرگی در سطح همچون آیت الله سلطانی آیت الله فاضل لنکرانی شهید دکتر بهشتی شهید متحری بهرهای فراوان بردم و در درس خارج از اساتید بنامی چون آیت الله سید محمد محقق داماد آیت الله گلپایگانی و آیت الله حائری یزدی درس ها و فن اجتهاد را از آنها آموختم و بر روان همه آنها درود می‌فرستم درس دانشگاهیم در رشته حقوق بود دوره لیسانس را در دانشگاه تهران گذراندم و فوق لیسانس و دکترا در خارج از کشور اما حقوق و درس حقوق برای من پیام مهم می داشت نه از این دیدگاه که بسیاری از سیاست مداران بزرگ دنیا درس حقوق خواندند بلکه از این دیدگاه که درس حقوق به من آموخت چگونه باید از حقوق مردم و منافع ملی به خوبی دفاع کرد این درس حقوق بود که به من آموخت فرق قطنامه شورای حکام با شورای امنیت با یک کاغذ معمولی چیست آنکه که حقوق را به خوبی نخوانده است شاید این تفاوتها را به خوبی لمس نکند. نهزت اسلامی از سال یک من راهبری امام و یارانش را به جان خریدم و هماره به عنوان یک سرباز در نهزت اسلامی ایستادم. سخنرانی ها، منبرهای پرشور و انقلابی، بازداشتها، تحت تعقیب قرار گرفتن ها ممنوع المنبر شدن ها چقدر زیبا بود چه اینکه میفهمیدم مسیر دستیابی به استقلال کشور مبارزه با استبداد آزادگی و همچنین استقرار احکام اسلام در این سرزمین است انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز شد و پس از آن همواره افتخار آن دارم که مسئولیت هایی را به عهده داشتم همیشه نماینده مردم بودم الان هم نماینده مردم هستم مشروعیتی که از رأی مردم به دست می آید چقدر سرفرازی دارد 20 سال با رأی مردم در مرکز قانونگذاری کشور خدمت کردم به عنوان رئیس کمیسون دفاع و رئیس کمیسون سیاست خارجی انجام وظیفه نمودم بعد هم در دو دوره نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری بودم و همکنون نیز نماینده مردم استان استان تهران در مجلس خبرگان هستم نمایندگی امام و رهبری هم برای من افتخار داشت هر وقت خواستم با امام ملاقات کنم لطف امام شامل حال من بود و همون هفته یا هفته بعد توانستم او را زیارت کنم و در طول رهبری رهبر معظم انقلاب همیشه نماینده ایشان بودم و همکنون نیز نماینده ایشان در مهمترین نهاد سری کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی هستم خوب میدانم نزدیکی با رهبری آشنایی طولانی و ارادت 45 ساله از سال 1347 تا امروز سرمایه بزرگی است برای من و آن کس که باید اداره کشور را به عهده گیرد این گونه روابط نزدیک میتواند برای حل معضلات کشور به او کمک کند در کنار مسئولیت نمایندگی مردم و رهبری من در دوران دفاع مقدس مسئولیت های سنگینی را بر دوش داشتم گرچه افتخار دفاع مقدس از آن شهیدان جانبازان آزادگان و خانواده اونهاست اما من هم به عنوان یک سرباز سهمی داشتم رئیس ستاد قرارگاه خاتم الانبیا اون روزگاری که فرماندهی جنگ به عهده آیت الله هاشمی رفسنجانی بود فرماندهی پدافند هوایی با حکم حضرت آیت الله خامنه ای و همچنین رئیس ستاد پشتیبانی جنگ در ستاد پدافند درس ها آموختم آموختم که با تخصص و همکاری با متخصصین چگونه میتوان تحول بزرگی را در یک بخش پیچیده فنی به وجود آورد یاد شهید بابایی شهید ستاری گرامی باد که بار سنگین پدافند بر دوش آنها بود این دنبال تخصص بودن و همکاری و تلاش بود که ما را موفق کرد در عملیات والفجر هشت در سال 1364 قادر شدیم 73 فروند هواپیمای عراقی را سرنگون کنیم که دنیا را به اجاب و تعجب واداشت اما درس دیگری نیز به من آموخت آسمان ایران حراست از آسمان ایران که نه تنها فضای جغرافیایی که فضای فرهنگی ایران فضای اقتصادی ایران و فضای اجتماعی ایران هماره نیاز به حراست مراقبت و مواظبت دارد و آنگاه که تخصص و ابزار لازم فراهم شود دشمن سرکوب خواهد شد و ملت آزاد و ملت در کنار رفاه و امنیت زندگی خواهد کرد دوران دفاع مقدس با پیروزی رزمندگان اسلام پایان یافت و من بلا فاصله به مدت 16 سال مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفتم دوران افتخارآمیزی که در هشت سال اول در کنار ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی تلاش کردم اولین دستاورد شورای عالی امنیت ملی در آن دوران بازپسگیری باقی سرزمین اشغال شده توسط صدامیان آزادی همه اسرا و آزادگان و همچنین محکومیت عراق در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان متجاوز بود این افتخار اول از آن این شوراست در اون مقطع حساس و سپس محکومیت صدام اونگاه که به کویت تجاوز کرد قبل از کشورهای منطقه و بعد از آن حمله اعتلاف در منطقه و اعلام موزگیری بیطرفی فعال که موجب حراست از منافع ملی و امنیت ملی شد و همگان را به تحسین گیری ایران واداشت در شورای عالی امنیت ملی در دوران هشت ساله بعد در دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام سید محمد خاتمی نیز اقدامات بسیار مهمی انجام گرفت از امضای تفاهم امنیتی با عربستان و رابطه نزدیک و گرم با این همسایه و تا مسئله 11 سپتامبر و موضع عاقلانه جمهوری اسلامی ایران در آن حادثه حساس و تا موضع ایران در اشغال افغانستان و عراق و حفظ سرزمین ایران که همه مقاطع بسیار حساس و مهم و تاریخساز برای ایران است و من افتخار دارم که در این اقدامات سهم به سزایی در تصمیم سازی و تصمیم گیری داشتم مسئله مهم بعدی داستان توطئه آمریکا در مسئله پرونده هستهی در سال 1382 بعد از اشغال عراق و بغداد بود که با این بهانه میخواست کشور را در مسیر شورای امنیت تحریم یا جنگ قرار دهد و در این مقطع با اقدامات بجا توطعه آمریکا و اسرائیل به شکست منجر شد پس از مذاکرات تهران با سه وزیر اروپایی مقام معظم رهبری این کار را تدبیر بدون عقب نشینی و شکست توطئه آمریکا و اسرائیل اعلام فرمودند در سخنرانی 11 هش 1382 و و ما توانستیم کشور را از شورای امنیت و جنگ و تحریم دور کنیم سلحامیز بودن پرونده هستی را در شورای حکام بعد از یک سال تلاش به اثبات برسانیم فرصت لازم برای تکمیل فناوری هستی به وجود آوردیم و فرصت لازم برای آنکه روابط با کشورها توسعه یابد پایان این دوره به گونه ای بود که رهبری انقلاب از آن به عنوان مدیریت پخته و عاقلانه یاد کردند در اینجا لازم می دانم که بگویم همه موفقیت های شورای عالی امنیت ملی در طول 16 سال هدایتش، ارشادش و حمایتش از آن مقام معظم رهبری بود حضور من در مجمع تشخیص مسلحت نظام در طول 22 سال و تصویب سیاست های کلی در امور مهم به ویژه چشمنداز 20 ساله سیاست های کلی اصل 44 بر تجربه من در کلیه مسائل مهم کشور افسود همچنین حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک و تحقیق در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به گونه است که امروز رهتوشه سنگینی را برای اداره آینده کشور در اختیار دارم و بر او می و افتخار می ملت عزیز ایران ما امروز گرچه با مشکلات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی مواجه هستیم، گرچه رشد اقتصادی ما در سالی که گذشت منفی بود، به جای اینکه هشت درصد باشد، و پیش بینی این است که در سال جاری نیز منفی باشد، گرچه سرمایه گذاری که قرار بود هشت و 7 همه درصد باشد، به یک و دو ده همه درصد رسید گرچه بیکاری از یازده به دوازده و دو درصد افزایش یافت گرچه تورم از دو ده و سه دهم به سی ممیز پنج متاسفانه ارتقا یافت گرچه بد اخلاقی ها در جامعه ما اوج گرفت گرچه قیمت دارو بیش از چهل درصد افزایش پیدا کرد گرچه شکاف در جامعه بیشتر و بیشتر شد اما ما در ایران با عظمت و بزرگی زندگی می کنیم که دارای منابع بسیار غنی غنی فیزیکی و مادی و دارای نیروی انسانی ارزشمند فعال هست کشوری که در حساس ترین نقطه جهان قرار گرفته است کشوری که دارای ژئوپلیتیک و ژئو که ویژه خود در منطقه است شاهراه شمال به جنوب است دومین منبع گاز جهان و نفت جهان است اما چرا مردم ما در مشکلات معیشتی باشند مشکل کجاست مشکل از مدیریت آغاز می شود مشکل از تصمیمات فردی شروع می شود مشکل از عدم مشورت آغاز می شود مگر یک نفر یا چند نفر یا یک جمع کوچک قادرند کشور بزرگی مثل ایران در این شرایط توطعه جهانی کشور را اداره کنند ما نیاز به همگان داریم ما نیاز به بهترین ها داریم ما نیاز به مشورت دانشگاه و کارشناسان داریم مگر میتوان بهره بانکی را با یک نشست و برخاست یک رقمی کرد یا دو رقمی کرد مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد و مگر می توان در یک شعار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل پیدا کند و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد مشکل کجاست مشکل عدم مشورت مشکل خودشیفتگی مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور مشکل بی ثباتی ها چقدر مدیران در حال تغییر و تحول در این 7 سال بودند مهمترین وزارتخانه استراتژیک و اقتصادی و مهم ما نفت چهار بار مدیر ارشد و وزیرش جابجا جا و تعویض شد مهمترین وزارتخانه سیاسی یعنی وزارت کشور چهار بار وزیرش تغییر کرد بانک مرکزی سه بار مسئولش تغییر کرد و نگویم از دستگاه هایی که پنج بار و شش بار مسئولینش عوض شدند. ای کاش این بی در مدیریت بود که در سیاست نیز این بی را ما شاهد بودیم باور می کنن مردم عزیز و وفادار ما که از هشت آبان 91 تا هشت آذر 91 در مدت یک ماه سی و هفت بخشنامه و دستورالعمل متفاوت در مسائل اقتصادی صادر شد باور می کنند که در طول پنج ماه شست بخشنامه راجع به مسائل ارزی و پولی صادر شد این بی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد آرامش خواهد داد مردم مدیریت مدیریت کارآمد مردم ثبات مردم آرامش قدرت آینده و آینده نگری را میخواهند در کنار این مشکلات قانون ها حتی عدم ابلاغ مسببات مجلس شورای اسلامی که در بسیاری از موارد رئیس مجلس مجبور به ابلاغ آنها شد در حالی که اساس در کشور باید قانون باشد اطاعت از قانون، مقررات، شفافیت و این میتواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد. بد اخلاقی ها اضافه کردن شکاف ها و فاصله ها کنار گذاشتن یک جناه ای کاش که به یک قبیله کنار گذاشتن همه کارشناسان منزوی کردن آیا ما کشور بزرگی مثل ایران در شرایط حساسی که امروز قرار داریم بدون حضور همگان و استفاده از همگان قادریم از مشکلات عبور کنیم در دولت من استفاده از تمام شایستگان انجام خواهد شد در دولت تدبیر و امید هماره از متخصصین و صاحب نظران استفاده خواهد شد شورای پول و اعتبار به قدرت خود بر می گردد. سازمان برنامه و بودجه و مدیریت بر می گردد. بانک مرکزی به استقلال خود می رسد. شورای اقتصاد که ظاهرا اخیرا بعد از پنج سال تازه یک جلسه ای رو تشکیل داده است به قدرت قبلی برمیگردد چه میخواهم بگویم می‌خوام بگویم مردم عزیز و بزرگوار باید اداره کشور اداره علمی باشد باید حکمرانی حکمرانی شایسته باشد باید استفاده از نخبگان انجام نخبگان انجام شود باید با شفافیت با مردم حرف زد باید مشکلات را با مردم در میان گذاشت باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی که مقام معظم رهبری فرمودن به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم اگر امروز مشکلات اقتصادی داریم اگر امروز گرانی وجود دارد بیکاری وجود دارد اگر امروز فساد اداری وجود دارد اگر امروز ضربه بر اخلاق و فرهنگ در جامعه ما مشاهده می شود و اگر امروز روابط ما با جهان با مشکلات فراوان توأم هم هست همه و همه به خاطر این است که یک دولت کارآمد و یک مدیریت درست و تدبیر صحیح در کار انجام نگرفته است هیچ کشوری در دنیای امروز توسعه نخواهد یافت بدون ارتباط فعال و سازنده با جهان با انزوا رشد و پیشرفت امکان ناپذیر است جدایی جهان کشیدن دیوار دور کشور امکان ناپذیر است ما باید با تعامل سازنده بتوانیم کشور را از مشکلات نجات دهیم با گرانی به راحتی می توان مقابله کرد با بیکاری نیز می توان مقابله کرد من یک نکته بسیار ساده بگویم ما سه میلیون و 300 هزار بیکار داریم و اگر در سال ده میلیون توریست وارد کشور شود سیزده ممیز شش میلیارد درآمد ارزی و چهار میلیون اشتغال درست می شود یعنی با یک حرکت صحیح در یک مسئله اقتصادی و اجتماعی ما می توانیم بیکاری را حل کنیم ما با رونق اقتصادی می توانیم بر بیکاری فائق شویم بیکاری که امروز تنها مشکل اقتصادی نیست که مشکل اجتماعی و خانوادگی و معزل فرهنگی و ده ها معزل دیگر به همراه دارد مشکل بیکاری که باعث شده است از هر پنج ازدواج یکی به طلاق منجر شود با رونق اقتصادی این کار به راحتی امکان پذیر است کارخانه های کشور بین 20 درصد تا حد اکثر 40 درصد از ظرفیت فعال است ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل صد درصد برسانیم و این کار امکان پذیر است در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی برنامه کوتاه مدت یک ماهه و صد روزه وجود دارد ما می توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در اون تحول اقتصادی بتوانیم با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند مشکلات اونها را در اون مدت کوتاه حل و فصل کنیم ما با یک تفاهم بین بانک مرکزی و بانکهای های کارگشا قادر هستیم اون همه اجناسی که در گمرکات ما انبار شده است به سرعت به بازار برگردانیم همه اینها در یک برنامه کوتاه مدت امکان پذیر است ما می توانیم روابط خارجیمون رو با دنیا به صورت مناسبی برگردانیم روابط خارجی آرزو نیست که کسی دنبال آرزو باشد روابط خارجی شناخت جهان است دیدن واقعیت هاست ترسیم برنامه است هزینه فایده کردن است قدم به قدم گام را جلو گذاشتن است و به هدف دست یافتن است ما کشور قدرتمندی هستیم ایران ابر قدرت منطقه است ایران کشور حساس منطقه است با میلیون ها دل مسلمانی که و نگاه مسلمانی که به موفقیت این کشور چشم دوختند مقداری تدبیر مقداری برنامه مقداری دقت لازم است تا ما بتوانیم حتی معضلات اقتصادی که در سایه تحریم به وجود آمده است اونها را نیز قدم به قدم در مسیر حل و فصل نهایی قرار دهیم این کار امکان پذیر است ما باید اقتصاد کشور را از شرایط فعلی نجات دهیم ما باید اخلاق را در جامعه احیا کنیم فرهنگ چیزی نیست که بشود دستوری به مردم اعلام کرد در مسائل فرهنگی با مردم باید تعامل کرد گرچه مشکلات امروز در کشور ما زیاد است اما توانمندی ملت ما حضور نخبگان و مدیران لایق کشور ما قادر هست این مشکلات را با یک برنامه خوب به حل و فصل نهایی برسانیم باید نخبگان و دانشگاه و مراکز تولید و مراکز تصمیم گیری را به هم متصل سازیم باید از مشورت بخش خصوصی برای حل و فصل مسائل اقتصادی استفاده و بهره برداری کنیم همه کار با تدبیر امکان پذیر است و این تدبیر ما را به ساحل امید خواهد رساند دولت تدبیر و امید قادر است معضلات کشور را با کمک مردم با اراده مردم با حمایت مردم و با سرمایه ملی به حل و فصل برساند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته